بهرام الدین برادر عزیزمون از تاجیکستان نوشتن که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من با مشکل کمی خونم چون که فارسی نوشتن با حروف لاتین. برادر عزیز انصاری، خداوند شما را نگهبان باشد. ما تاجیک از شما خواهش داریم که یک برنامه مثل عقیده تهاوی تشکیل کنید، عقیده وهابی سلفیت، تا مردم تاجیک بفهمند نسبت این عقیده، چون که اکثر زندانیان تاجیکستان به همین تهمت زندانی شدند و اکثر مردمان تاجیک بدشان می آید از این نام و وهابی و سلفی. خلاصه پیام اینها خلاصش اینه که در مورد فرقه وهابیت یا عقیده وهابیت صحبت بکنید. ببینید چرا تو شبکه های اهل سنت یا همین شبکه هایی که اینا متهم میکنن به وهابیت، برنامه به عنوان عقیده وهابیت وجود نداره؟ حقیقتش اینه که اصلا عقیدهی به نام عقیده وهابیت وجود نداره، فرقهی به اسم فرقه وهابیت وجود نداره. دشمنان اسلام در کشورهایی که نفوذ داشتن، از نفوذ رسانه‌ای، نفوذ فرهنگی یا مجال کار به اونها در این کشورها مانند تاجیکستان، افغانستان و پاکستان داده شده، اولین کاری که کردن در باره به اصطلاح وهابیت، شبهات، دروغ‌ها، تهمت‌ها، مثلا این میگن که یکی از مفکرین وهابیت، به اصطلاح پایه‌گذار وهابیت، ابن تیمیه است. بعد قزوینی دیدید که چطور میه میگه که ابن تیمیه سران مذاهب اهل سنت رو کافر و زندیق میدونه. شما برادر تاجیک بهرام الدین و دیگر برادران عزیز، اگر که همین شبکه ها نمی بود و شبکه ولایت می بود و برنامه هاش، و شما همین کلیپ رو میدیدید که قزوینی داره میگه که ابن تیمیه گفته که سران مذاهب اهل سنت کافر و زندیق هستند، من به شما میگم بهرام الدین برادر عزیز و با بقیه برادران و خواهران تاجیک، چند درصد از عزیزان تاجیک و علمای تاجیکستان در خونه شون کتاب عربی منهاج السنه رو دارن، 8 جلدیش یا 9 جلدیش؟ یقین دارم که 1% هم نیست. اول این کتاب ها ممنوع است در تاجیکستان و کسایی که ممنوع کردن این کتاب ها رو کسانی هستن که متاثر از ایران و فکر ایران و تشیع هستن و هدفشون از من کردن این کتاب ها این است که از حقیقت میترسن و نمیخوان که واقعیت ها رو مردم بدونن، و الا هیچ ملتی، هیچ عقیدهی، هیچ دینی، هیچ مذهبی که قوی باشه و بر حقانیت خودش یقین داشته باشه، کتاب و کتابخانی رو من نمی کنه. ما الان کتابخونه ما نصفش کتب شیعه است و میاریم اینجا تو برنامه هام بهش استناد میکنیم، چون یقین 100% داریم که عقیده ما، دین ما، مذهب ما برحق است و دین و مذهب و عقیده اینها بر باطل است و نمیترسیم، هم حراسی هم نداریم، نه از بهار و لنوارشون، نه از کافی و شافی و وافی و خزعبلات دیگری که دارن. به خاطر همین که دینی و عقیده و مذهبی به نام وهابیت وجود نداره، ما بیم چی بگیم؟ یعنی بگیم آقا فلان عقیده، عقیده محمد ابن عبدالوهاب است. ببینید من بارها گفتم اگر محمد ابن عبدالوهاب و غیر محمد ابن عبدالوهاب که شما اونا رو میگید وهابی، اگر یک لفظ خارج از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته باشه، میزنیم به دیوار زیر پامون له میکنیم. محمد ابن عبدالوهاب اگر مخالف قرآن و سنت حرفی زده باشه، میزنیم پرت میکنیم به طرف خودش، میگیم بگیر مبارک خودت باشه. چون دین محمد ابن عبدالوهاب، دین ابن تیمیه، دین صحابه، دین تابعین، دین ابو حنیفه، دین امام مالک، دین امام شافعی، دین
امام احمد ابن حنبل، دین همه این بزرگوارها رضی الله عنهم اجمعین دینشون اسلام بوده، پیرو قرآن و سنت بودن. هر کسی که امروز ادعا بکنه که من پیرو محمد ابن عبدالوهابم نه پیرو قرآن و سنت، میگیم تو غلط کردی، تو و دینت برای خودت مبارک باشه. آنچه که محمد ابن عبدالوهاب گفته اگر خارج از قرآن و سنت است ما اصلا قبولش نداریم. ثانیاً من بارها گفتم بازم تکرار میکنم، همه کتابهای محمد ابن عبدالوهاب رو بیاریم اینجا در استدیو آتیش بزنیم و کتابهای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و همه کسایی که اینها متهم میکنن به وهابیت، دین اسلام و عقیده توحید هیچ تغییری نمیکنه. توحید همون توحید است، عقیده همون عقیده است، سنت همون سنت است. چون ما دینمون رو نه از محمد ابن عبدالوهاب گرفتیم، نه از شیخ الاسلام ابن تیمیه، نه غیر از اینها. و در برنامه امامان وهابی شیعه در روزهای شنبه حتما این برنامه را عزیزان تاجیک ببینن، ثابت خواهیم کرد که همون توحید یکتاپرستی که محمد ابن عبدالوهاب بهش دعوت داده همون عقیده ای است که امامان اهل بیت از علی ابن ابی طالب تا حسن عسکری رضی الله عنهم اجمعین این اعتقاد را داشتن و این اعتقاد اعتقاد محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. به خاطر همین اینها فقط یک لولو خورخوری به اسم وهابیت درست کردن و مردم را ازش میترسانند. اما در تاجیکستان بازی خیلی بزرگتر از این چیز است. در شروع حکومت تاجیکستان به سلفی ها مجال داد در تاجیکستان که کار بکنن و بعضی از حماقت ها و بعضی از اشتباهاتی کردن، درگیر شدن با علما با مشایخ و این از حماقت و جهالت و نادانیشون بود. شاید بعضیشون ناراحت بشن از این اصطلاحاتی که من استفاده میکنم، ناراحت بشن، حماقت و جهالت و نادانی بعضی از متسلفین، بعضی از نادانهایی که فکر میکردن دین در رفع الیدین و در آمین به جهر خلاصه میشه، در تاجیکستان سبب شد که با علمای تاجیکستان در بیافتن و این دقیقا همون چیزی بود که حکومت تاجیکستان میخواست. در اون موقع به همین متسلفین حکومت تاجیکستان کمک میکرد، بهشون مجال میداد، مؤسسات داشتن، مدارس داشتن، مؤسسات خیریه داشتن، آزادانه کار میکردن در تاجیکستان. به وسیله اینها اون علمایی که در تاجیکستان نفوذ داشتن، قدرت داشتن در بین ملت، اونا را از بین بردن. به وسیله اینها فعالان حزب نهضت را از بین بردن و بعد از اینکه قدرت در دستشون افتاد نوبت رسید، نوبت همین متسلفین، اینها را هم زدن، زندان کردن، از بین بردن و همون افکار کمونیستی و الحادیشو امام علی رحمانوف در تاجیکستان پیاده کرد. چرا؟ چون به وسیله من برادر منو از بین برد، به وسیله برادرم منو از بین برد و اون انقدر عقل و شعور نداشتن که این دسایس دشمنان اسلام رو درک بکنن. در تاجیکستان هم سلفیت از بین رفت، هم حنفیت از بین رفت، هم حزب نهضت هم از بین رفت، همه مسلمانان و دعوتگران و کسانی که درد دین داشتن، درد ملت تاجیکستان داشتن، یکی رو به وسیله دیگر همین امام علی رحمانوف از بین برد و میدان امروز خالی شد برای خودش که هر غلطی که بخواد در تاجیکستان بکنه، کجاست حزب نهضت که جلوشو بگیره، کجاستن علمای تاجیکستان، کجاست خانواده توراجان زاده که در مقابل اینها بیستن، کجاستن سلفیایی که در تاجیکستان مقابل اینها بیستن، یا در گوشه زندانن یا از تاجیکستان فرار کردن یا چنان بنده و مطیع حکومت شدن که اگر فردا از اونها بخواد که زنهایتونم بیارید در خیابونها جلوی رئیس جمهور برهنه برقصن، بعضی از اینها والله المستعان بعضیشون شاید که انکار نکنن و این امر ولی امرشون رو قبول بکنن، ادعا میکنن که ولی امرشون از اطاعتش واجب است. این مشکلی است که در تاجیکستان یکی رو به نام وهابیت زدن، یکی رو به نام سلفیت زدن، یکی رو به نام حنفیت زدن، یکی رو به نام نمیدونم حزب نهضت زدن، یکی رو به جان دیگری انداختن و در بین خودشون استفاده کردن. تشکر میکنیم از این برادر عزیزمون از تاجیکستان. Ah 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 ah